براتون یه شیرینی درست کنم. خب مدل های مختلف، دستورات مختلف این شیرینی زیاده. اینم یه مدل شیرینیه، شیرینی مشهدی میگن، آلمانی میگن، اسمهای مختلف داره. بریم هم درستش کنیم. روغن صاف قنادی 150 گرم. خب ابتدا ما کره یا روغن صاف قنادی با هر دوتاش میتونین درست کنیم. بریزیم داخل ظرفمون، یه مقدار با همزم میزنیم تا بافتش یه مقدار نرم بشه. پودر قند 1/2 پیمانه من یه مقدار زدم، حالا پودر قندم اضافه میکنم، با پودر قند میزنم. طبق معمول یه مقدار با قاشق میزنم که پودر قند پخش صفحه کارم نشه. یه مقدار بغلای ظرفمون میچسبه، بعد بگیرین دوباره با هم زن بزنید. زرده تخم مرغ 2 عدد، زرده های تخم مرغ رو اضافه میکنه و دوباره با دور تند همزن میزنیم. وانیل 1/2 قاشق چای خوری. این مرحله الان من وانیل اضافه میکنم. برای تم دهنده خمیر این مرحله است که باید تم بهش بدیم. مثلا اگر میخواین وانیلی باشه خب وانیل میزنیم، دوست داشتین زعفرون دم کرده غلیظ نوک قاشق بریزین داخلش که رنگ زعفرونی بشه. اگه دوست داشتین میتونین پودر هل بریزین، 1/4 قاشق چایخوری پودر هل بریزین. من دارم وانیل میریزم. پس این مرحله‌ای که میتونین خمیرتون رو مزه دار کنین با هر چی که دوست داشتین. خیلی ها این شیرینی ها با کره درست میکنن. خب منم دستورش رو قبلا براتون گذاشتم که با کره درست کردم. من این دفعه اومدم با روغن صاف قنادی درست کردم این شیرینی ها. ببینید با کره که درست میکنین همه چیش درسته، اوکیه. با پودر قند که میزنین، با تخم مرغ که میزنین یه حالت نرمی داره. خب ولی وقتی که شما با روغن صاف قنادی درست میکنین یه مقدار سفت میشه. من توی این مرحله 3-4 قاشق روغن مایع اضافه کردم. اصلا نگران نباشین، 3-4 قاشق روغن مایع اضافه کردم و بعد آرد اضافه میکنیم. روغن مایع رو اضافه کردم، ببینین یه مقدار نرمتر شد. نشاسته ذرت 1/2 پیمانه. ببینین پودر نشاسته ذرت رو اضافه میکنیم و همینطوری هم میزنیم تا جایی که میتونین. حالا قاشق یا لیسک استفاده کنین، بعد دیگه باید از دستاتون استفاده کنین. آرد 1/1 پیمانه. آرد رو ذره ذره اضافه میکنیم. من چون از آرد سبوسدار استفاده میکنم، شاید مقداری که به این موادم اضافه کنم کمتر از مقداری که شما اگه میخوایی با آرد سفید استفاده کنین بشه، چون سبوس زودتر سفت میشه. پس آردتون رو ذره ذره بریزین تا اون خمیری که به دست میاد به دستتون نچسبه. خب توی این مرحله اگر دیدین که خمیرتون حالت پودری داره، خشکه، هیچ ایرادی نداره، روغن مایع اضافه کنید. اگر دیدین وای چرا میچسبه، هیچ ایرادی نداره، بهش آرد اضافه کنید. اصلا هیچ نگرانی نداشته باشین که وای خمیرم خراب شد فلان، اصلا هیچی. پس اگر که خشک بود بهش روغن مایع اضافه کنید. اگر که دیدین نه حالت چسبندگی زیاده شده، بهش آرد اضافه کنین. 1-2 قاشق آرد اضافه کنین، دوباره زیاد برس ندین. با کره اصلا نباید برس داد چون کره روغن میندازه، ولی روغن صاف قنادی مثل کره نیستش. خب بریم مرحله بعد. خب الان خمیر من آماده شده، میرم پهنش کنم. خمیرمو میذارم بین دو تا نایلون، بعد با وردنه صافش میکنم. خب
حالا شروع میکنیم با این کاترا، حالا هر چی که دارین، اگه مثل من از اینا دارین که استفاده کنین، اگه ندارین میتونین با تای استکان یا لیوان به صورت دایره و گرد در بیارین. بریم حالا کاتر بزنیم. کاکائو 2 قاشق چای خوری. خب ببینید من چی کار کردم. اگر میخواین خمیرتون کاملا سیاه رنگ بشه، یعنی کاکائویی بشه، همون لحظه که وانیل ریختین همون موقع هم پودر کاکائو اضافه کنین. یعنی میتونین خمیرتون رو دو نصف کنین، یکیشو پودر کاکائو بزنین، یکیشو وانیل، بعد آردا رو اضافه کنین. خب اینجا ولی من میخواستم یه حالت این طرح بدم، خمیرمو تا انتها انجامش دادم، یه مقدار پودر کاکائو ریختم روش، بعد یه مقدار ورزش دادم، پهن کردم، یه حالت مرمری شد. اگه میخوایم به شکل مرمری بشه، این روش که من رفتم انجام بدین. گذاشتم داخل فری که از 1 روب قبل با دمای 160 درجه سانتیگراد گرم کردم به مدت 10 الی 12 دقیقه. با زیرش رو چک کنین، هر موقع طلایی شد از سوفر در بیارین. خب شیرونیامون الان آماده شده. تو این مرحله شما میتونین شیرونیاتون رو بدونین که تزیین کنین، لایه لایه بذارین توی ظرف دردار، یه لایه شیرونی بذارین، یه لایه پلاستیک یا کاغذ روغنی، رو هم نذارین چون میچسبه. هیچ وقت شیرونیاتونو که مربا زدین یا تزیین کردین تو فریزر نذارین، بد میشه شیرینی. دیگه میریم برای تزیین شیرونیا. گذاشتم خنک شده، من از گردو خرد شده، پسته خرد شده و کنجد استفاده میکنم و مارمالاد سیب، کاکائو آب شده و کاکائو آب شده صورتی. خب شما با هر چی که دوست دارین میتونین تزیین کنین. بریم برای تزیین. چقدر آسون آماده میشه. این خمیر شیرونی رو میتونین درست کنین، هر مدل دلتون بخواد کاتر بزنین، تزیینش کنین. برای عید فوق‌العاده خمیرتون یه مقدار رنگش تیره تر بشه، میتونین عسل بزنین. اگه عسل نداشتین شربت بار غلیظ درست کنین و یه قاشق بهش بزنین. خب اینم بهتون بگم که وقتی که شما با روغن صاف قنادی درست میکنین، شیرونیاتون ترتر میشه، خیلی باحال میشه، توی دهن میذارین زود آب میشه. ولی با کره نه، اینطوری نمیشه. حالا این تجربه منه، شاید حالا بعضی بگن نه برای ما اینطوری نیستش، ولی من با کره درست کردم، با روغن صاف قنادی هم درست کردم. به نظر من روغن صاف قنادی خیلی ترتر و بهتر در میادش. باز حالا خودتون امتحان کنید. بریم سراغ تست. بفرماییم. من شیرینی مشهدی یا این شیرینی مربایی
هر چی باشه، با هر دستوری باشه جلوی من بذارن همشو میخورم، اینقدر دوست دارم. اینم واقعا فوق العاده شده، خیلی خوب شده. امیدوارم که بتونیم درست کنیم برای عید سر میزاتون بذاریم. ممنونم که تا آخر ویدیو همراه هم بودین. اگر بار اول از کانال من دیدن میکنین ممنون میشم بعد از دیدن این ویدیو کانال من رو سابسکرایب کنین، زنگوله رو بزنین تا ویدیوهای بعدی من از دست ندین. منتظر لایک و کامنت های پر انرژیتونم هستم. نوشه جان.